الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی ایها الامام الرعوف و رحمت الله و برکاته. سلام نازنین همراهان رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری، جور و صحتمند باشین. تبریک عرض میکنیم به شما ولادت نورانی آقا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. افتخاری بزرگ بار دیگر نصیب بنده و همه همکارانم در این رسانه جهانی شد تا در شام ولادت آقا به شما سلامی عرض کنیم و انشاءالله که در این لحظات برای همدیگر بهترین دعاها را داشته باشیم. به وقت بیداری مهمان شما هست و در حضور شما با حضور ارزشمند جناب استاد رمضانی گفتگوی امشب آغاز میکنیم. سلام علیکم استاد، تبریک عرض میکنیم، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق طاعت و بندگی، معرفت بیشتر نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام را مرحمت کنه و این مطالبی که در جلسات مطرح میشه نافع به حال خلق خدا باشد انشاءالله. انشاءالله. باز هم خوش آمد میگیم، تبریک عرض میکنیم. ایام و لحظات بسیار ارزشمند هست، بسیار نورانی هست و همینطور عزیزانی که همراه ما هستند بسیار خوشحال هستیم که گاهی اوقات برنامه ما مصادف میشه با چنین مناسبت های ارزشمند و عزیزی و فرصتی که میتوانیم از این طریق یک ویژه برنامه تقدیمشان کنیم. در واقع با حضور شما استاد گرامی امشب میخواییم که کمی در مورد مناظرات علمی امام رضا علیه السلام وقتی که وارد خراسان شدند صحبت کنیم و میخواییم که ابتداعاً بحث ما را آغاز کنیم با این سوال که استاد، کلمه مناظره بسیار شنیده میشه در کتب اسلامی و به چه معناست اساساً و انشاءالله سوالات بعدی را که از شما خواهیم پرسید. من خودم از طرف خودم و از طرف همه عزیزانی که در این برنامه نقش دارند به همه بیننده های محترم تبریک عرض میکنم و در این شام میلاد خداوند به حق همه خوبان عالم قسم میریم که هر چه زودتر فرج فرزندشان امام زمان رو معجل بفرماید و همین رقم که قلوب همه در این روزها و ایام شاد هست، بیش از پیش قلوب همه انسان ها رو در کل جهان شاد بسازه انشاءالله. انشاءالله. مناظره و کلمه به تعبیر گفتگو و مباحثه یک معنی لغوی داره، یک معنی اصطلاحی داره. در لغت به همین معنی گفتگو، گفت شنود، گفتگوی طرفینی که دو نفر پیرامون یک موضوعی با هم صحبت میکنن، گپ میزنن. در اصطلاح به اون گفتگو و مباحثه گفته میشه که هر طرف قصدش اینه که او ادعای خودش اثبات بکنه، اما به چه رقم؟ با اصولی که در ذهن و فکر طرف مقابل پذیرفته شده هست. بله. یعنی من بر اساس آیین و افکاری که شما دارین، از هر آیین و مذهبی که باشین و آن چیزی که شما به عنوان اصل قبول دارین میپذیرین آنها را، من عقاید خود من ره، ادعای خود من ره بر اساس باورهای شما اثبات بکنم. این میشه مناظره. استاد تفاوتی هم هست بین اساساً در ذات بحث، مباحثه و مناظره و یا گفتگو؟ آیا تفاوتی هم میتوانیم قائل شویم یا نه همه این به یک معناست و ما میتوانیم گاهی اوقات به جای کلمه مناظره بگوییم مباحثه و گاهی اوقات به جای مباحثه بگوییم مناظره؟ بله میتونیم بگیم، فقط در همین اساس و محور باید باشه که وقتی از این واژه استفاده میکنیم یا گفتگو یا مباحثه و مقصود ما جایی باشه که هر کسی
سعی او اینه که اثبات بکنه بله. مدعای خودش با دلایلی که طرف مقابل هم قبول داره. خیلی اگر با این معنا باشه میشه از او واژه مناظره استفاده کرد، واژه گفتگو استفاده کرد، واژه مباحثه استفاده کرد، حتی واژه احتجاج را در برخی از روایات هم آمده استفاده کرد. بله. استاد، مناظرات امام رضا علیه السلام چه درسی برای عالمان امروز داره؟ چه درسی برای کل مردم داره و مخصوصا برای عالمان دینی که بالاخره به صورت تخصصی مطالعه میکنن این مناظرات؟ بله، این سوال بسیار اساسی و کلیدی است. ببینید، درسی که برای عالمان داره، خب اولین درسی از او اینه که به جای این که همدیگر با الفاظ نادرست، الفاظ رکیک، تهمت ها و حرفای ناسواب متهم بسازیم، یا خدای نکرده بین فرقه ها، بله، بین ادیان، بین افکار مختلف تبل جنگو بکوبیم، بهترین راه به عنوان یک انسان فرهیخته گفتگو هست، مناظره هست، صحبته. یکی یک انسان وقتی میدانه که اهل منطق هست، استدلال دارد برای باورهای خود، یک منطق و یک دلیل داره، با طرف مقابل می نشینه، صحبت میکنه، گفتگو میکنه، مناظره میکنه. گفتگوی منطقی و بیان منطقی آرا بهترین درسیه که ما از این مناظرات میگیریم برای عالمان. به خاطر ای که وقتی عالمان با هم بنشینن، از هر فرقه، از هر گروهی، و گفتگوی عالمانه داشته باشن، هیچ وقت مردم عادی به جان هم نمیپرن و جنگ و دعوای نمیشه. ای که در برخی از شبکه ها یا برخی از رسانه ها تهمت های به هم زده میشه، حرف های ناروای زده میشه، این دور از یک منطق درست است. ما درسی که از وجود مقدس امام مشتوم میگیریم اینه که با بیان خوب، با احترام، اما با دلیل و منطق صحبت بکنیم. بله استاد، در تایید فرمایشات اخیر حضرت عالی، شاید و حتما همینطور هست که در زمان امام رضا علیه السلام و ائمه بعد از ایشان، شاید بحث مناظرات علمی بیشتر رونق گرفت، به این خاطر که حتی حاکمان آن زمان، حاکمان جور هم بیشتر به مناظرات علمی سعی میکردن که دشمنان خودشان هم متقاعد بسازن. هرچند که در اوایل اسلام، در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیرالمومنین تا حتی امام سجاد علیه السلام، گاهی اوقات ما در تاریخ میخوانیم که بیشتر دچار مشاجرات فیزیکی می شدن، دچار در واقع جنگ ها می شدن و شاید برای گرفتن حق خودشان بیشتر از زور استفاده می کردن. اما از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام ظاهرا کمی اسلام و در واقع مسلمین رو آوردن بیشتر به علم، رو آوردن به مناظرات علمی. و حتی در زمانی که حضرت رضا علیه السلام در دربار مأمون به این مناظرات می پرداختن، شاید ظاهرش یک بحث علمی بود، اما نتایجش ما امروز استفاده می کنیم و در واقع این پایه و اساسی که حضرت و حضرات بعض از ایشان گذاشتن برای این مناظرات، من فکر می کنم که یک ذخیره بسیار عظیم و دست نیافتنی است برای همه بشریت که می طلبه که بیشتر استفاده کنیم. ما در این فرصت اندک که شاید دقایق بیشتر در خدمت عزیزان نباشیم، اما می خواهیم که بالاخره شمه ای به قطره ای بچشیم از دریای فضل و علم حضرت. بله، نکته زیبای فرمودند. البته خب روش اهل بیت و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر مؤمنان، اهل بیت به همین رقم بوده که هر عزیزی از هر دینی، از هر جایی، از هر مکانی، بله، در هر درجه علمی که وقتی سؤالی برای مطرح می شده و نکته مبهمی برای او بوده، حضرات حرف او را گوش میکردن و به بهترین دلیل، به بهترین منطق، به رقمی که خود او قبول داشته باشه، حتی کسانی که خدا را قبول نداشتن، صحبت میکردن، گفتگو میکردن و حق را بیان میکردن. بله. اهل بیت روششان به همین قسمه که، بله، گفتگوی منطقی و بیان حق بهترین راه حل برطرف شدن منازعات، کینه ها از بین میره، حقایق روشن میشه، او وقت کسی که حق را فهمید، اگر که
با انصاف باشد، حقگرا باشد، میپذیرد و به سعادت میرسد. اگر هم کسی حقگرا نباشه، خب او خودشه روی سیاه ساخته، ولی حق بیان میشه. درس دیگری که باز میتونیم بگیریم برای آلمان ایه که امیر رقم که در مناظرات حضرت نگاه بکنیم، با ادیان مختلف، با کتاب خود آنها، مثلا با اهل تورات با تورات اونها، با اهل انجیل با انجیل اونها، ای به ما درس میده که ما باید با افکار مختلف دیگران آشنا باشیم. یک عالم چون مصدر سوال است، از او پرسیده میشه، باید با افکار دیگران، اندیشه های دیگران، حتی کتاب های آنها آشنا باشه که اگر گاهی سوال میشه بتونه از کتاب خود آنها و از استدلال هایی که خود آنها کردن حق را اثبات بکنه. انشالله که در این دور و زمان که مردم دم از علم میزنند و دم از ارتباطات علمی فراوان، برگردیم به این منابع عظیم علمی که در اختیار ما هست. من در بخش بعد از شما سوالات ویژه تری در مورد مناظرات حضرت دارم که انشالله قول میگیریم عزیزان که همراه ما باشن، انشالله سوالات پرسان کنید. با ما همراه باشین. یک میامنوی بسیار زیبا اما کوتاه عزیزان ما آماده کردن، با هم ببینیم و بشنویم و در خدمت شما همچنان با وقت بیداری هستیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا. شب به شب خورشید پیشت ماه رویت می شود، دوست دارم آسمان صحن گوهر شاد را. حال شیرین زیارت نام خواندن در حرم، می کشاند سمت مشهد عاقبت فرهاد را. با نگاه مهربانت زامن آهو شدی، بعد از آن کردی اسیر خود دل صیاد را. چلچراغ آسمان روشن ایوان طلا، جلد خود کرده است صدها کفتر آزاد را. حوض سقاخانه ات دار و شفای عالم است، کرده بینا یک نگاهت کور مادرزاد را. پادشاه کشور عشقی و من از این به بعد میگذارم روی مشهد نام عشق آباد را. باز میخواهم که مهمان تو باشم مهربان، باز میخواهم ببوسم پنجره فولاد را. جبرائیل آمد یک شب حرم شفایش را گرفت، رفت میکائیل و اسرافیل جایش را گرفت. مرد کوری بود دیدم چشمهایش را گرفت، خادمی از دست معلولی عصایش را گرفت. تشکر میکنیم از همکاران عزیز به خاطر پخش این دکلمه بسیار زیبا. شام ولادت آقا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و توفیقی که بنده و همکارانم یافتیم تا در خدمت شما باشیم. قبل از اینکه به محضر استاد رمضانی عزیز برگردیم و ادامه این گفتگو را انشاءالله با هم پی بگیریم، پل ارتباطی را خدمت شما اعلام بکنم. نمبر مثبت 964-780-255-413 بسیار آشنا هست برای یکایی که شما بزرگواران حتما در تلفن‌های همراه خودتان ذخیره دارین این شماره را، ولی باز هم سعی کنید و لطف کنید با ما در ارتباط باشین. ما دوست داریم و نیاز داریم که از نظرات شما عزیزان با خبر شویم. در خدمت شما هستیم جناب استاد رمضانی عزیز. و سوالی که در این قسمت از شما دارم برای افتتاحی بحثی است که مأمون چه هدفی را دنبال میکرد که این مناظرات در واقع ترتیب میداد؟ بله، در کتاب های مختلف یک سری اهداف برای مأمون گفته شده. بیشتر این نکته را مطرح میکنن که مأمون به دنبال تخریب شخصیت وجود مقدس علی ابن موسی رضا بود، به خاطر اینکه یک رجل سیاسی بود، یک رجلی بود که به حکومت بسیار
پایبند بود و علاقه داشت که رقیبان خودش از میدان بیرون بکنه. او نظر ای بود که بالاخره کسانی که قبل از او بودن با اهل بیت سختگیری کردن نتیجه خوبی نگرفتن، ما اگر میدان بدیم به اینا و اینا را یک انسان‌های جلوه بدیم که اینا اگر زمینه باشه به دنیا گرایش دارن. و به خصوص در بحث مناظرات هدف ای یکی از اهداف او این بود که طبعا در مناظرات او فکر نمی‌کرد که خب مثل کسانی که واقعا اهل بیت می‌شناسن به علم الهی به آنچه از نصال بشه مسلط هستن و آگاهن به علم الهی، او فکر میکرد مانند باقی عالمانند. و خب طبعا در بین گفتگوها از 10 تا سوال یک سوالی که میمانند دیگه، یک سوال نمیتونند پاسخ بدن و همین کفایت میکنه برای کسانی که پیرو حضرت هستن، اینا رو معصوم میدانن، اینا رو بندگان ویژه خدا میدانن، خلیفه خدا میدانن، حجت خدا بر خلق میدانن. وقتی در یک جلسه مناظره، در جلسه گفتگوی، در جمع عالمان مختلف یک لحظه سکوتی آرز بشود، گیر بکنند، نتانند جواب بدن، کفایت میکنه دیگه، شخصیت حضرت خرد میشه و او به هدف خودش میرسه. شاید مأمون دنبال پیدا کردن یک نقطه ضعف در واقع آن درجه علمی حضرات بودن، درست است؟ بله، اتفاقا اونایی که به این نقطه اشاره کردن میگن که ما یک سری مؤیدها و نشانه هایی هم داریم که هدف او این بوده، صرف حدس و گمان نمیباشه. به عنوان مثال یکی از مناظرات حضرت با فردی به نام سلیمان مروزی بود. سلیمان مروزی در اون زمان خودش بسیار فرد عالم قدری بوده، به حدی که میگفتن متکلم خراسان. خراسان زمین هم زمان قدیم بسیار دایره وسیعی داشته. بله. مأمون خبر میشه که سلیمان مروزی به مرو آمده، او را دعوت میکنه و میگه پسر عموی من از مدینه آمدن و دوست دارم که تو با ایشان یک مناظره بکنی. او خیلی به علم خود مغرور بود، گفت که من عذرخواهی میکنم از این. گفت چرا؟ گفت خب من با عالمان زیاد صحبت کردم، من دوست ندارم که در جمع فرهیختگان، عالمان، سران مملکتی فامیل شما را، قوم شما را خجل بسازم. طبعا شاید یک سوال ایشان نتونن جواب بدن، گیر بکنن و شرمنده بشن. مأمون گفت اتفاقا من به دنبال همین مقصد هستم و همین دوست دارم که به همین جا منتهی بشه. از اینجا معلوم میشه که خب یکی از اهداف او این بوده که حضرت خجل بسازه و جایگاه حضرت در جامعه در نزد دوستداران حضرت تخریب بکنه. اهداف دیگری هم بوده که از جمله‌ای که برای مردم یک سرگرمی ایجاد بکنه که مردم از مسائل اساسی جامعه به تعبیری غفلت بکنن و متوجه مشکلات جامعه نشن، سر نابینگن بشه، یا خودش یک فرد عالم جلوه بده و جایگاه خودش در بین افراد یک شخص وجیه و علم دوست تلقی بکنه. بله. اهداف دیگر هم گفتن که این مقدار کفایت میکنه. بله. استاد، شاید یکی از اهدافی که مأمون داشت جسارت میشه تخریب ائمه بود. شاید خواستن که آن مقام علمی که بالاخره مردم در طول سالیان بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم تا امام هشتم علیه السلام از ائمه در ذهن خودشان داشتن، این ذهنیت خراب کنه، درسته؟ او به عنوان یک رجل سیاسی، به عنوان یک مقام درجه یکی و یک حاکم بر یک سرزمین، به نظر شما تخریب ائمه برای او چه سودی داشت استاد؟ مخصوصا حالا شما میگین مناظره مثلا با شخصی به نام مروزی، کسی که در مرو زندگی میکرده، چه سودی داشته؟ و مناظرات فراوانی از حضرت هست و ثابت میکنه. به نظر شما آیا این مأمون شاید به دنبال این بوده که کلن بحث ائمه، بحث عصمت ائمه را زیر سوال ببره؟ شاید بعد از مثلا سالیان سال بعد از پیامبر که تمام فرمایشات پیامبر در مورد ائمه بعد از ایشان همه در واقع یکی به یکی به درستی و به صحت انجامید، آیا میخواستن که بعد از این دیگر مردم او اعتباری که ائمه دارند را در واقع دیگر معتبر ندانند؟ چی بود هدف استاد؟
ببینیم هدف اصل اینا کلن کسانی که در مسند حکومتن رقیب از میدان بیرون بکنن. اینا میدن که خب جایگاه اهل بیت در جامعه بسیار پررنگه، مردم به حضورشان میرن، از اینا سوال میکنن و شخصیت و جایگاه خیلی عظیمی در جامعه دارن. خب یک شخصی که در رأس مملکت، به خصوص کسی که بسیار به دنیا گرایش وافر داره، او نمیپسنده که به تعبیر در جامعه اشخاص دیگری رو بشن و مرجع مردم باشن. از این جهت مقصود او این بود که این مرجعیت عام برای مردم رو از خانه امام رضا علیه السلام قطع بکنه. فقط من یک نکته دیگه خدمت شما و همه عزیزان عرض کنم که شاید بسیاری از در واقع کتاب هایی که ترجمه شد در دوران مأمون بود، کتاب هایی که از علوم دیگر از کشورهای در واقع اروپایی و کشورهای غیر اسلامی ترجمه شد، در واقع نهضت ترجمه از زمان مأمون آغاز شد ظاهرا، و شاید مأمون هدف گسترش علم به سر داشت، استاد شاید گسترش می‌خواست بده، شاید می‌خواست که کمی بر میزان علم مردم آن زمان بیفزایه. اینها هم نکاتی هست که شاید وقت برنامه اجازه نده با ما با آنها بپردازیم. و من می‌خوام در این قسمت از شما پرسان کردم استاد که معمولا مناظرات امام علیه السلام با چه کسانی بود؟ آیا ایشان با کسی مناظره داشتن یا خیر؟ من قبل از اینکه این نکته رو بگم و مطلب شما رو تکمیل بکنم، ای که صنعت ترجمه در اون زمان رونق پیدا کرد، ایرم اگر خوب موشکافی بکنه در حقیقت باز به همین هدف سیاسی خود در حقیقت ای کار میکرد. به خاطر ای که ببینید وقتی شما یک جنس خوب به بازار عرضه کنید، خب همه رغبت پیدا میکنن به اون. ولی وقتی شما در کنار اون جنس خوب چند جنس دیگه هم ولو تقلبی که به شکل او باشه، مردم رغبت اونا بود جنس خوب کم میشه. یعنی ظاهر سازی کردن، خب تظاهر، وقتی اینا به عنوان عالم آل محمد یا علم الهی که اینا معروف شده بودن، هرچی میخواستن مردم میپرسیدن آگاه بودن، وقتی اینا میگفت کتاب های دیگری هم هست، کسان دیگری هم عالم هستن، اینا که فقط عالم نیستن، پس خود این رواج دادن افکار دیگران، کتاب‌های دیگران، در حقیقت باز به این برمیگشت که یک رقمی مردم را از رفتن در خانه اهل بیت باز بداره. خب این پس خیلی وارد این بس نمیشه. و اما نسبت به سوال شما که ببینید مناظرات حضرت قبل از خراسان و بعد از خراسان تقسیم میشه. وقتی به مرو و به خراسان آمدن، با دو گروه بیشتر مناظرات حضرت انجام شد و اینا در کتاب ها ثبته. یک گروه کسانی که اصلا مسلمان نبودن، یعنی یا مسیحی بودن یا یهودی بودن یا زرتشتی بودن یا از ادیان دیگه بودن، مثل صابئی که خب پیروان حضرت یحیی علیه السلام هست. و یک مناظراتی هم داشتن که اینا با مسلمان ها بودن، مسلمان هایی که یا اهل بیت قبول نداشتن یا در به تعبیری برخی از مسائل دینی دچار انحراف بودن، در صفات خداوند، در شناخت خداوند، در توحید خداوند، در اراده خداوند، در مسئله بدا، مسائل مختلف اینا مشکل داشتن، یا در آیات قرآن برخی بودن که در نسبت به آیات قرآن عصمت پیامبران برایشان یک سوالاتی بود، با حضرت گفتگو میکردن و حضرت پاسخ میگفتن. پس هم گفتگوهای بیرون دینی داشتن با ادیان دیگه، هم گفتگوهای درون دینی. نکته مهم این بود که ببینید، من باز تاکید میکنم که سبک حضرت، شیوه حضرت و همه معصومین چنین بود که حرف طرف رو گوش میکردن. این رقم نبود که به محض اینکه شروع بشه، هنوز او دهانش باز نکرده، حرفش گوش نکرده، ده ها تهمت به او زده بشه. این برخلاف منطقه. عالی ترین درسی که میگیریم اینه که حضرت میگفتن تو میپرس یا من بپرسم، آزادی کامل. گاهی او میگفت من میپرسم، میگفتم تو بپرس، هر چه دوست داری بپرس. اینم خیلی مهمه که یک انسان به جایگاهی برسه، مثل که از تعمیر فرمودن سلونی قبل ان تفقه، هر چه میخواهید بپرسید.
این همه اهل بیت فرمودن. گاهی میگفت که خب شما بپرسید، پس آزادی میدادن، حرف او رو گوش میکردن، بعد با منطق از کتاب خود اون فرد نکته رو برای او تثبیت میکردن. بله، بسیار تشکر استاد. میریم با اتاق فرمان عزیزان، برنامه کوتاه میان برنامه کوتاه آمده کردن با هم ببینیم بشنویم. باز هم در خدمت شما هستیم. انشاءالله با ما همراه باشید با بوقت بیداری در شام ولادت امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، یا علی ابن موسی الرضا. ای امام رضا، می آیم به سوی تو، تو ای عشق بی نهایت و تو عاشقان عقده های دلم را مرهمی می شوی و های های عشق هایم به زیارت تو از دیدگانم جاری می شود. ای سلطان قلب های خسته، تو جام مرا از شراب معنویت پر می سازی و من عاشقانه نامت را فریاد می زنم. ای امام هشتمین، ای زامن آهوان رمیده، تو معیار سنجش صداقتی، تو آسمان زلال دلهایی، عشق پنجره فولادت را معنا می کند و دل به زیارت تو اوج می گیرد. ای ذریح سراسر نور، با دلی آکنده از صداقتهای تو، با جامی سرشار از عشق و چشمانی بر گل نشسته به سوی تو می آیم و کبوتران حرمت عروجت را معنا می کنند و از آشیانه نور عاشقانه دانه بر می چینند و در وصف تو آواز سر می دهند. ای بزرگترین واژه کلام، همه سینه ها و همه جان ها تو را می طلبند. ای غریب الغربا، ای امام رضا علیه السلام. لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان. بارها گفتم بده، این بار میگویم بگیر، آنچه میدانی از آن بسیار میگویم بگیر، این منیت را از این دیوار میگویم بگیر، هر چه شد بر قامتم سربار میگویم بگیر. باز هم درود و احترام مجدد تقدیم میکنیم به محضر یکایک شما همراهان گرامی برنامه به وقت بیداری. شما این برنامه میتوانید از طریق فضای مجازی هم مشاهده بفرمایید، از طریق آپارات
فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب. می توانید با سرچ کردن موضوعی برنامه های به وقت بیداری و دیگر برنامه های رسانه جهانی هادی با آنها دسترسی داشته باشید. حتما جزء علاقمندی های خودتان قرار بدین و به عزیزانی که دوست دارند این قبیل برنامه ها را ببینند و استفاده کنند هم پیشنهاد بدین تا ما را دنبال کنند. در خدمت شما هستیم و جناب استاد رمضانی عزیز. و اینکه استاد، ما میخواییم در همین دقایقی که در بخش سوم در خدمت شما هستیم نمونه ای از این مناظرات از شما بشنویم. خب من خیلی خلاصه اشاره میکنم به خاطر اینکه هر کدوم از این مناظرات جلسات بسیار طولانی میطلبد که کلمات تک به تک بیان بشه و مواردی که حضرت استشهاد میکنن به اونها ادله رو بیان میکنن ذکر بشه، ولی خب فرصت اندکه، به اندازه وقت خود یک اشاره میکنه. یکی از جلسات مناظره ای که حضرت در او با چهار نفر از سران چهار دین و پیرو چهار تا دین مناظره کردن، مناظره ای بود که در حضور مأمون انجام شد. مأمون چهار نفر از سران ادیان را از مسیحیت، یهودیت، زرتشت و صابئین را دعوت کرد، گفت که من از شما درخواست میکنم که حضور پیدا کنین، پسر عموی ما از مدینه آمده و بالاخره کاری بکنین که مطالب خودتان را به کرسی بشونین و ایشان به هر ترتیب مقصودشی بود که گیر بکنن. او وقت یک کسی را فرستاد به خدمت امام هشتم و از اینجا او راوی نقل بکنه که من در کنار امام هشتم بودم، آقای نوفلی، که خادم آمد گفت که مأمون به شما سلام فرستاده، گفته که اگر دوست دارید فردا یک جلسه مناظری از گفتگویی هست ما شرکت بکنیم. آقا فرمودن که به مأمون سلام برسان و بگو که من فهمیدم منظور تو چیست، انشاءالله شرکت میکنم. بعد خطاب کردن به این فردی که کنار حضرت نشسته بود، فرمودن که نظر تو چیه؟ گفت که آقا اینا آدمایی هستن لجوج، حرف نمیپذیرن، مغالطه میکنن، ادله رو نمیپذیرن، شما چیزی بگی او چیز دیگری میگه، من صلاح نمیبینم. آه تبسم کردن، فرمودن که تو گمان میکنی که اینا بر ما غلبه میکنن؟ فرمودن میدانی کی مأمون پشیمان میشه از این کار خود؟ او زمانی که من با مسیحیان با انجیل اونها صحبت بکنم، با یهودیان با تورات اونها و با باقی ادیان با کتاب خود اونها صحبت بکنم، او وقت مأمون از این کار خودش پشیمان میشه. و جریان بسیار مفصل، حضرت در وقتی که مناظره شروع شد وضو گرفتن و به اون مجلس تشریف آوردن. مأمون بعد از گفتگوهای مقدماتی رو کرد به جاسلیق. جاسلیق در حقیقت بزرگ مسیحیان رو میگفتن، یک اسم خاص نیه، پس اسم یک مقام، بله یک مقام است. گفت که با پسر عموی ما مناظره کن. او گفت که ما چی رقم مناظره کنم با کسی که من اصلا کتاب او را قبول ندارم، عجب، اصلا من پیامبر او را قبول ندارم، او به یک پیامبر معتقده که من قبولش ندارم، او به یک کتابی قائله که من کتاب قبول ندارم. این نکته خیلی مهمه که ما دقت بکنیم. ببینید در یک جامعه اسلامی که اهل منطق هستیم، یک فرد مقدسترین چیزهایی که در نزد ما هست اونا را عقیده خودش بیان میکنه. نباید ما دهانها را ببندیم. وقتی ما اهل منطقیم و قوی ترین استدلال ها را داریم، نباید بترسیم که چرا او فرد ای سخن گفت، چرا ای سخن گفت. البته در فضای علمی، نه که هیاهو برا بندازیم، تخریب بکنیم شخصیت ها را، و این فضا را ما بدیم که هر کسی صحبت خودش را بکنه. وقتی ما استدلال قوی داریم به نحو احسن جواب بدیم. آقا فرمودن که ای نصرانی، اگر با تو از کتاب خودت گفتگو بکنم از انجیل قبول داری؟ گفت بله. مناظره شروع شد، حضرت فرمودن که تو میپرسی من بپرسم، و به این رقم شروع شد که حضرت از تورات او، از انجیل برای او از سفر سوم خواندن و از حفظ خواندن. او گفت شاهد بیارین، چون او بالاخره گفت دین شما را قبول ندارم،
و نظر شما درباره حضرت عیسی چیست؟ فرمودن او عیسی را من قبول دارم که شهادت داده به حقانیت پیامبر ما، که گفته این پیامبر در آخر زمان میآید و کتابش هم ایه. گفت کجا شهادت داده؟ دو تا شاهد از غیر مسلمان ها بیارین. حضرت فرمودن که آیا یوحنای دیلمی را قبول داره؟ گفت بله، او خیلی فرد ثقه و مورد اطمینانه. یک شاهد او، یک شاهد هم از اون جلسه گرفتن، نستاس رومی از علما بود، گفتن فرمودن تو انجیل حفظ داری؟ گفت من انجیل کلا حفظ دارم. بودم من فصل سومه میخوانم، سفر سومه تو گوش کن. به رسول جالوت هم رئیس یهود گفتم تو هم انجیل وردار از رو نگاه کن، او که حفظه تو هم از رو نگاه کن، هر جا اگر به نفع بود شما شهادت بدین. حضرت مطالب خواندن، از او نستانی اقرار گرفتن، نام محمد در آمده بود اثبات کردن و حرفی نداشت برای گفتن، اینا شهادت دادن. بله. بعد همین رقم باز به رسول جالوت رسیدن، باز او بزرگ زرتشتیان هوروباز اکبره. خلاصه حرفی بود که به اینا میگفتن شما چرا به این پیامبر مثلا قبول دارین بقیه قبول دارین؟ میگفتن که ما معجزات خارق العاده ای داره پیامبر. میگفتن خب پیامبران دیگر هم دارن. میگفت ما اونا ندیدیم. میگفتن خب مگه شما از این پیامبری که پیرو هستین دیدین؟ اینا اخباری که از گذشتگان رسیده، باید تحقیق بکنید. برقمی شد که در این جلسه اعتراف کردن و حتی یک فرد عمران صابی به سجده افتاد و مسلمان شد و شهادتین اقرار کرد. بله. و همین رقم در جلسات بعدی. ثمره که جلسات دیش چی بود؟ ببینیم وقتی ما اهل منطق باشیم، خود به تعبیری مثل یک گل که عطر خودش پخش میکنه، چون این جلسات علمای مختلف شرکت میکردن، در کل جهان پخش شد و او هدفی که مأمون داشت دقیقا برعکس او شد. اگر ما اهل منطق باشیم، کلام حق اثر خودش میگذاره در تمام جهان، نقل حدیث و نقل سخن، سخنان وجود مقدس ایشان بود. یک کتاب هم چون الان فرصت نیست نوشته شده به نام مناظرات تاریخی امام رضا علیه السلام، کلی مناظرات را در دو کتاب جمع کردن، فارسی هم هست، میتونن عزیزان بخرن و مطالعه کنن. بسیار تشکر استاد، کتابی که معرفی کردید هم حتما مفید خواهد بود. گفتگوی امشب برای بنده که بسیار مفید بود، امیدوار هستم که برای عزیزان هم مفید باشه و ای که انشاءالله فرصتی دست بده تا به صورت تخصصی تر در چند جلسه خیلی عالی میشه بپردازیم به در واقع مناظرات، به این مناظرات دقیق تر زیر ذره بین قرار بدیم و انشاءالله که شما را در برنامه بعد هم زیارت کنیم. انشاءالله. از شما عزیزان تشکر میکنیم، باز هم تبریک عرض میکنیم ولادت آقای امام رضا علیه السلام و تا برنامه های بعد شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. یا علی.